آره اون به درد خورد. ولی دیگه غیر از اینا نده. اونم به طور خاص داره. خونه های تجلسومی نه. خب حالا نیچه رو ادامه. خیلی هم خوش دارم کرمان. من فکر کنم به محبت شما بچه ها کلکسیون فیلم من اسامتون کامل تر شد. مرسی. خب اینو بزن این تو که گفتش. خب سر نیچه ادامه بدیم. اون چیزی که بنابراین در عقاید نیچه اصل داستان قدرت و اون چه که خود نیچه بهش میگه خواست قدرت، اما چنان که دیدیم دو نوع رو هم از هم متمایز میکنه. یکی این که تو برتر از قدرت باشی، یکی این که تو فروتر از قدرت باشی. اون چه که به نظر میاد توی تئوری نیچه تو تقریبا تمام آثارش برق میزنه این است که بین قدرتمند و بیقدرت بحث میکنه و خواست قدرت از جانب آدم بیقدرت، در حالی که بعداً شاگرد خیلی بزرگش تو قرن بیستم فوکو به ما یاد داد که اصلا آدم بی قدرت در جهان وجود نداره. و اینطوره نیست که شما یه همچین تمایز دوگانه ای سنبی رو بتونید بسازید بین آدمی که قدرت دستشه و آدمی که بی قدرت. این شبکه توزیع اجتماعی قدرت معمولا به درصدهایی حتی به بی قدرت ترین آدم هم یه قدرت هایی رو میده. مثلا خود نیچه قبول داره که در تئوری دموکراسی اخلاق اجتماعی از نوع زندگی آدم‌هایی میاد که قدرت سیاسی دستشون نیست، اما خیلی وقتا قدرت سیاسی مشروعیتش رو از اونا میگیره. یعنی به استناد به این که این آدم‌ها به من رأی دادند مشروعه. نیچه اینو تحقیر میکنه، چون نیچه اساسا با هر فرم دموکراتیک زندگی اجتماعی میونه نداشت. علت این که میونه نداشته اینه که معتقده که دو چیز در میون تاریخ بشر، در میون اقوام مختلف منشأ شر بوده. یکی تصور باطل این که آدم ها برابر باشند یا برابری حقشون. این به نظر نیچه بزرگترین انحراف فکری است که میتونی متصور شی. به همین دلیل معتقد بوده سوسیالیسم، یعنی ایده های سوسیالیستی دورانش که من نمیدونم نیچه چقدر میشناخت، و اینکه اون چه که ازش یاد میکنه کتابخون واقعی بوده، اما اون چه که ازش یاد میکنه به نظر میاد که مباحثی که در انگلیس بین سوسیالیست های انگلیس دهه 60 و 70 جریان داشت، از یه طرف چارتیست ها و مهمتر از اونا نماینده های در واقع بورژوایی که از چپ یاد می کردن در مجلس، بیشتر به نظر میاد با اوناست که فرهنگ سیاسی نیچه در مورد سوسیالیسم شکل گرفته. حتما یه نگاهی به باکونین داشت، به آنارشیستا داشت، با اینکه از خیلی جهات هم میتونست باشون هم نظر باشه اشارهی بهشون نمی کنه، منتها بدون شک یک استفاده هایی از اندیشه ها و کتاب هاشون کرده، حتی یه ایده هایی رو ازشون اخذ کرده. اما با بزرگترین و اصلی ترین ترند و گرایش سوسیالیستی قرن 19 که مارکس باشه من نمیدونم چقدر آشنایی داشت. بعید میدونم که آثار او رو خونده باشه یا منظور نظرشون باشه، ولی به هر حال این ایده که آدم ها در شرایط زندگی بتونن برابر بشن برای نیچه اخلاق برده هاست. بگه این برابری در بردگیه. همینطور که مسیحیت رو به صراحت میگه که مسیحیت اخلاقش اخلاق برده هاست. اشارهش هم به این است که اول بین برده ها رشد کرد، یعنی آیین مسیح وقتی به روم رفت، روم باستان، اول که طبقات پایدست جامعه و به خصوص تو برده ها بود که پایه پیدا کرد، چون ایده برابری، اون ایده که همه ما پیش خدا یکسان عزیزی و همه اینا معمولا مثل هر ایدولوژی انقلابی از پایین جامعه رسوخ میکنه. ولی نیچه هم متلکی به این داشت که اون برده های اولیه همچنان موندن، و یکی به این داشت، این دوست داشتن، این ترحم نسبت به دیگران، شفقت به آدم ها، اینا چیزهایی که نیچه ازش
تبخال میزن، متنفر بود ازش، هیچ تحمل نداشت از این حرفا جلوش بزنن که آدم ها باید به هم دیگه برسن، که مواظب هم باشن، که نمیدونم تعاون بشری داشته باشن. برای نیچه روشن بود آدم ها به چند دسته تقسیم میشن که میشه عاقبت به دو دسته آدم های قوی و آدم های ضعیف اینا رو تقسیم کرد، آدم هایی که روح قوی دارن و آدم هایی که روح ضعیف دارن. مثلا به شرط اجتماعی بر نمیگشت، میتونست فرض کنه در پایین ترین طبقات هم آدم قوی هست و در بالاترین قدرت ها هم آدم های ضعیف هست، آدم هایی که به طرف شعارهای انسان دوستانه پیش میره آدم های ضعیف هست، آدم هایی که قبول میکنن که این نوع زندگی فعلی ما نوع بدیست و نوعی باید ساخته بشه که آدم ها همه ابر انسان بشن، یعنی آدم های قوی بشن، نوعی دانش بوده. در اینکه با سوسیالیسم مخالف بوده، با دموکراسی هم که پایه اولیش برابری سوری اقلا آدم هاست، یعنی آدم ها در حقوق برابر اجتماعی و سیاسی هستند و نمیشه یه نفری حقی داشته باشه کس دیگه نداشته باشه در جنبه اجتماعی، از نظر نیچه نه اینکه بده، نه اینکه منفوره، بلکه غیر عملیه به نظرش میامد و اینجا حق باهاش بود. میشه قشنگ بعد از یک قرن خوردهی بعد از نیچه اینو بگفت حق باهاشه. به نظر میاد میپذیریم اینها رو ولی در عمل اتفاق نمیفته. نکته دیگه ای که در دشمنی با این ایده برابری و مساوات طلبی داشت که همیشه تحقیرش میکرد، از اینجا باید میامد که اقلا فکر کردن، فلسفه و هنر، یعنی اون چیزهایی که برای نیچه عنصر اصلی و اول بود، فلسفه، اندیشه و هنر نابرابر. اگر در شرایط برابری بذاری به تولیدات متوسط میرسی. نه نتیجه هنوزم که هنوزه خیلی هم نیچه ای فکر میکنن و میگن بله دموکراسی خوبه در سطح زندگی اجتماعی، اما وقتی به فرهنگ میاری فرهنگ دموکراسی بردار نیست. در فرهنگ تو ناچاری به استعدادها برگردی، در هنر به خصوص ناچاری به خلاقیت ها و استعدادها توجه میکنی. آدم های از آدم های دیگه مستعدتر هست. تو بچه رو میذاری، مثل تفاوت های طبیعیه، تو بچه رو میذاری کلاس ویولون، یکی ویولونیست میشه یکی نمیشه. تو بچه رو میذاری کلاس نقاشی، یکی نقاش میشه یکی نمیشه. دوتا آدم یه عمری کار میکنن، یکی خیلی ترقی میکنه یکی نمیکنه، یکی تارکوفسکی میشه یکی کنچالوفسکی میشه. میبینی تو یه شرایط اجتماعی در اعتراض به یه وضعیت تو یه موقعیت سینمایی تو یه مدرسه بگی که سینمایی دوتا آدم بار میاد، یکی بزرگه یکی نیست. نیچه با چنین طرز فکری، نه این مثال من بلکه با مبنای چنین مثالی، یعنی با چنین طرز فکری بر این اعتقاد بود که اگر ما تو فرهنگ بخوایم همه امکانات رو به همه بدیم، استعدادهای بالا کمتر امکانات خواهند گرفت، استعدادهای پایین امکانات که لازم نیست رو خواهند گرفت. اینو تعمیم میداد به سطح اجتماع. جامعه از آدمهای قوی ساخته شده که همه چی رو برای خودشان خواهند کرد، از آن خود خواهند کرد، و از آدمهای ضعیف ساخته شده که مثل آخرین انسان در چنین گفت زرتشت رو به زوالن. تئوری‌های علمی دورانش هم یه ذره اینو بهش میداد، یعنی نوعی که داروین به نیچه چیز یاد میداد این بود که آدمهای ضعیف از بین میرن تو این تنازع بقا، تو این جنگ برای تکامل و موندن، اونایی میمونن که قوی ترن، اونایی میمونن که بیشتر مقاومن در برابر مرید. این ایده آخر قرن 19 هم یه ایده ارتجاعی بگیم آریستوکراتیک به هر حال ضد کارگری ضد سوسیالیستی بود که خیلی تقویت شد و تو خیلی از اندیشمندهای آلمانی اول قرن 20 مثل اشپینگلر و حتی هایدگر شما اینو میبینید، این رگه هایی از این ایده رو میبینید که آدم ها نمیتونن برابر بشن. هایدگر وقتی جمله هومر رو تکرار میکرد که فرم درست زندگی اجتماعی شاه، منظورش هم شاه به معنی محمد رضا شاه همچین آشغالایی نبود، مقصودش حاکم بود. فرم درست زندگی اجتماعی حاکم میخواد، قوی میخواد، آدمی میخواد که تصمیم بگیره و بقیه رو مجبور بکنه. فوهرر، پیشوا، یعنی یه ایده های تقریبا فاشیستی یا نزدیک به فاشیست از این ستایش بیدریق این قدرت متمرکز تو برخی که تو دیگران نیست برمی‌سوزه. در حالی که ما الان اینجوری نمی‌بینیم بعد از ما فکر می‌کنیم شبکه‌ای تو در توی قدرت آدما رو قوی می‌کنه. گاهی اوقات قوی‌ترین نیروهای جامعه به ضعیف‌ترین نیروهای جامعه محتاج می‌شن. موقع سربازگیری که قطعا محتاج میشن، موقع انتخابات هم محتاج میشن. یه نظام سختگیر زورگویی مثل جمهوری اسلامی هم دم انتخابات یه ذره نرم میشه، بلکه برمیگرده به آدم هایی که تا حالا قوی نبودن ولی منشأ قدرتن، سرچشمه مشروعیت بخش قدرت توی جامعه مدرن.
دانت که به نظر میاد بحث نیکه سر اخلاق یک جنبه بسیار مثبت داره، یک جنبه منفی. جنبه خیلی مثبتش اینه که ما رو متوجه مسئله قدرت میکنه که تو اخلاق سلیقه دیگه. ما به این زیاد توجه نداشتیم، قرن 19 پایش رو میسازه. شما این مفهوم طبقه حاکم رو که مارکس میگه به قدرت هم وصل کنید، چون حاکم به معنی اینه که حکومت و بالاخره قدرت سیاسی و اجتماعی دستش. طبقه بورژوا از نظر مارکس این طبقه چی رو میسازه؟ ایدئولوژی میسازه، مثل حرفای جان استوارت میگه، چیزهایی رو میسازه که توسط اونها حکومت معنی پیدا میکنه، ادامه تفوق این طبقه معنی پیدا میکنه. بنابراین قدرت به معنی نیچه‌ای کلمه یه جوری تو این ایده مارکس به عنوان طبقه قوی به چشم میاد که طبقه ضعیف علیهش داره مبارزه میکنه. طبقه قوی همه ابزار نظامی تبلیغاتی و حکومتی و رسانه‌ای در دستشه، طبقه ضعیف فاقد اینهاست و گول میخوره به خاطر ایدئولوژی طبقه قوی. خیلی نگاه بکنید این نکته نیچه‌ای قرن 19 تو مارکس هم هست، یعنی متفکر قرن 19 هم در واقع سر قدرت چنین فکر میکرده که عاقبت آنچه که ساخته میشه که زندگی رو برای ما معنی میکنه قدرت. این قدرته که به نفع خودش مسائل عوض میکنه. تامس هابز چند قرن قبل‌تر، دو قرن قبل از قرن 19 گفته بود اگر قدرت به نفعش باشه مجموعه زوایای یک مثلث میشه 5 قائم. اگر الان اینه به خاطر اینکه قدرت به نفعش این باشه، اقراق و میستر از این نمیشد گفت، ولی حرف راسته. قدرت میتونه جهان رو چنان بسازه، پارادایم رو چنان نظم بده، کانون تو هنر رو یعنی آثار بزرگ رو چنان معرفی بکنه که شما با همراه این قدرت قبول کنین که مجموعه زوایای مثلث این چیز دیگه هست. این ایده بزرگی. این تو ارسطو نیست، این تو جان استوارت میل نیست، این تو کانت هم نیست. خواه اخلاق متوجه نتایج باشه، خواه زورگویانه یا بایاشناسانه یا تو بایدی باشه، توی خودش قدرت رو داره ولی بیانش نمیکنه. هیچ چیزی از این قوی تر نیست که یک آدمی، نه یه آدمی، خداوند در یک کتاب مقدسی به کسانی که خودش آفریده، تقدیرش هم دست خودشه، حکمم بده که تو نباید دروغ بگی، تو نباید زنا کنی، تو نباید چشچهونی کنی، تو نباید دزدی کنی. این نیرویی که همیشه اینجوریه، این دستی که همیشه با تحکم میاد دست استالینه، دست یک حاکم پیش پیش لالای دموکراته، ولی به هر حال دست قدرته که رو به جامعه میگه چه باید بکنی چه نکنی. قدرته، این قدرت توی هر نوع تلقی اخلاقی نشسته. اخلاق به نفع قدرته، ما اخلاق رو میسازیم که قدرت رو حفظ کنیم. من برای که تفوقم به بچه‌م حفظ کنم اخلاق خانواده رو نگه می‌دارم، برای که تفوقم به زنم حفظ کنم اخلاق زناشویی رو می‌سازم، برای که تفوقم به نژاد دیگه حفظ کنم اخلاق می‌سازم. هر وقت که شل میشه یعنی قدرت من عوض شده. اگه سیاه‌پوست رئیس جمهور بشه یعنی نوع قدرت من عوض شده. اما یه چیزی باقی مونده، اصل قدرت. حالا شرکای قدرت بیشتر شدن ولی بی قدرت اون زیر هست. نیچه این که ببینید، فوکویی که ببینید، بی قدرته با یه قدرتایی که بر خودش آشکار نیست تو این شبکه‌ای تو در توی قدرت داره زندگی میکنه. اونم هم قربانی هم جلاد. اونم از این بازی اخلاق هم سود میبره هم ضرر میکنه. طبیعی است که وجود قوانین اخلاقی زندگی رو بر من آسون میکنه. قوانین اخلاقی تبدیل میشن به قوانین حقوقی، عجین میشن با هم و اینا سبب میشن که من یه امنیت خاطری داشته باشم. اون این است که من امشب دزد نمیاد خونم، اما در ضمن سبب میشه که منم نتونم دزدی کنم. و اگر مثل نیچه فکر بکنید که دزدی یک بخشی است که بشر دلش میخواد برای قوی تر شدن داشته باشه، قوانین یه جایی به نفع من و یه جایی به ضرر من کار میکنه. درسته که من از خطر میرهانه، ولی مخاطره آمیز بودن خود منم میگیره، من اخته میکنه. به قول فروید، ببینید فرویدی که نگاه بکنی، ناتوانم میکنه. توانایی رو از دیگران میگیره برای اینکه من زندگی کنم، ولی به منم توانایی نمیده. برای اخلاق در واقع یک نیروی مهاجمی میشه که آدم ها علیه همدیگه به کار میبرن که دیگری و خود رو له میکنه، توانایی های دیگری و خود رو میگیره، همه رو یکسان میکنه. حالا بیایید به این
قیاسی که بین نیچه و مارکس ساختن دقت بکنید. طبقه پایین میاد قوی میشه، همون کارهایی رو میکنه که طبقه قوی سال پیش میکرد. حالا این مشغوله نشون دادن قدرته، پراتیک قدرته، اعمال قدرته. قدرت هست، اخلاقیات دورش هم ساخته میشه، جای حاکم و محکوم عوض میشه، اصل داستان باقی میمونه. یعنی مکانیزم قدرتی که همه جا خودش نشون میده، ما تو نهادهای اجتماعی که میسازیم میده. نهادهای من به چه شرط قوی هست؟ به شرط که احکام اخلاقی داشته باشن. حالا یکی از شماها احساس میکنید من مزخرف میگم، نمیتونید بگید بلکه احکام اخلاقی کلاسی آموزشی سوژه اوبژه یک آدمه در هم تنیده شده که شما را آروم کنه، که نتونید باشید بگید مکتب بس کن، اینقدر مزخرف نکن. این چیزی که معنی میشه به نفع منه، ولی خود منم یه روز در یک چنین مقامی قرار میگیرم که در مقابل یه قدرت دیگه‌ای که داره اون بالا داد و سخن میده در تریبون‌های نماز جمعه همین حالت رو پیدا میکنه. مکانیزم پیچیده ایه که هممون رو از دم قربانی میکنه. تئوری دیگه اخلاقی که اتفاقا تو این کسایی که تا حالا اسم بردم ارسطو رفتی به ادبیات نداشت، با اینکه نویسنده بسیار بسیار بزرگی. شاید البته اینم بهتون بگم هیچ اثری از ارسطو نداریم که خودش نوشته باشه، همه درسه. ولی وقتی درساشو شاگرداش نوشتن و به دست ما رسیده، از یک نبوغ حیرت انگیز ادبی خبر میده. یک توانایی بی‌نظیری در تاریخ فلسفه برای آسون گفتن و اینکه دیگران بفهمند. هیچ کس آسون‌تر از ارسطو تو تاریخ فلسفه نیست. فکری اینقدر بزرگ، اینقدر درخشان و اینقدر آسون. این از یک توانایی رتوریک و ادبی خبر میده. کانت هیچ ربطی به ادبیات نداشت. تقریباً یک آدم بسیار خشک بی خودی بود از نظر ادبی. آثارش هم بسیار سخت و بد نوشته شده، بسیار غیر قابل فهم و عمد و پیچیده، و یک کشف نکاتش باید واقعا عرق ریزی روح بکنه تو این کسایی که بود. جان استوارت میل ادیب بزرگی بود، به خاطر اینکه از 5 سالگی باباش پدرش رو در آورد. یکی 8 سالش بود 10-20 تا زبون بلد، زبونهای مرده و زنده. آثاری رو باید حفظ میکرد و به پدرش پس میداد. پدرش جیمز میل اقتصاددان بزرگی بود که کمی خول بود و این بچه رو به شکل بسیار مخوفی بار آورد و یه اتوبیوگرافی نوشته که تا اونجا که یادمه به فارسی هم ترجمه شده چند سال پیش. یادمه که دیدم ترجمه شد ولی یادم نیست که ترجمه کرد. و این اتوبیوگرافی از نظر نثر انگلیسی همتا نداره. این عزیز از زیبایی است، این چیز خیره کننده. و آثار ادبی دیگه هم داره، حتی یه نمایشنامه نوشته. درکه او به یه معنی خاص تا حدودی ادیب بود و سخنران خیلی بزرگی، سخنران بی‌نظیر بود، تقریبا شبیه اوباما بود تو سخنران. بعد میرسیم به نیچه، بزرگترین ادیبی که تاریخ فلسفه به خودش دیده. هیچ کس به اندازه نیچه ادیبی به این عظمت اصلا فلسفه هرگز نداشت. شاعر بزرگ بی‌نظیر و نویسنده توانا. و حالا با این آدم هایی که یه جوری خودشون به هنر ربط داشتن، به هر حال می نوشتن یا مثل ارسطو درس می دادن و زبان کارشون بود و ادبیات یک خیشی داشتن. فیلسوف آخری که می خوام توی اخلاق ازش یاد کنم دیگه اصلا نمیتونید این دوتا رو از هم جدا کنید، سارتره. سارت هم فیلسوف بود هم ادیب. به نظر من اگه سارتر فیلسوف یک کلم هم ننوشته بود، سارتر ادیب هم صداشو می برید. مثلا اون نمایشنامه های پس فلاش هم ننوشته بود. نیمی از نمایشنامه ها واقعا دریوری هست، چند تام شاهکار هست. آثار ادبی دیگه چند پدید نیاورده بود، فقط دو تا کتاب نوشته بود. فرض کنید یه آدمی در قرن بیستم بود که دو تا کتاب نوشته بود، یکی کلمات، یکی تحول. این یکی از بزرگترین ادیبای قرن بیستم بود. همین آدم فقط به ضرب این دو تا کتاب، من که تحول یکی از مهمترین آثار ادبیات مدرنیست به معنی دقیق کلمه، که من سرش رو کلاسایی که درباره مدرنیسم بحث میکردیم مثال آوردم. و کلمات هم یکی از بزرگترین آثار ادبی قرن بیستم، یعنی از نظر زیبایی زبان، فکر روشنی که توشه، نحوهی که پیش میره و داستانی که به عنوان زندگی نامه این بچه که خودشه نقل میشه. این ادیب خیلی بزرگ، چند نمایش بی نظیر هم داره، نمایش های خیلی بزرگ، مثل نمایش های اولش، مثل اون نمایش در واقع دوزخ، اون نمایشی که چند نفر بعد از مرگ میرن دنیای دیگه و همدیگر رو میبینند و همدیگر آزار میدن و زندگی این زمین رو به یاد هم میارن. و
مگز ها آثار نمایشای اول فوق العاده‌اند، خیلی درخشان. به هر حال ادیب بزرگی بود، این هممون قبول داریم. جایزه هم که گرفت، جایزه نوبل ادبیات گرفت که رد کرد. این ادیب که ادبیات براش خیلی مهم بود و دربارش مثل زندگی فلوبر یه کتاب 1000 صفحه‌ای هم نوشت، 2000 صفحه‌ای نوشت. نظرش در اخلاق یه جوری همه این بحثایی که ما تا حالا کردیم رو همراهی می‌کنه. نظر فلسفیش اینه، همه چیزایی که خیلی خلاصه براتون میگم، همه چیزایی که تو این دنیا هست ماهیتش قبل از وجودشه، قبل از اینکه شما به اینکه این هست یا الان نمیبینمش نیست فکر کنم لیوانه. جهان با من انسان به عنوان جهان ماهوی معنی میشه، وجودش متأخر بر اون مطرح میشه. به عبارت بهتر من یه ماهیتی از چیزها دستبندی شده تو مغزم دارم، اشیاء رو با اون ماهیت ها تعریف میکنم، جهان رو بر مبنای اون ماهیت ها تعریف میکنم. ممکنه این ماهیت ها مزخرف باشه، غلط باشه، ولی مهم نیست. من یه تقسیم بندی از گاز و مایع و جامد دارم، همه چی رو طبق اون میفهمم. این برای من جامده و توش مایع. اگر که جوشش بیارم بخار میشه. جهان برای من این سه تا ماهیته. همینجوری ماهیت های دیگه هم میسازم و برای آدم ها میه ماهیت های متصور میشن، مثل اینکه انسان حیوان ناطقه یا پتپله های شبیه این یا از این عجیب زر انسان دارای فطرت دینیست، چیزای عجیب غریبی که میگن. خب اینا رو به ساعت میگم، اینا رو میریزیم دور. در مورد انسان به عنوان تنها موجودی فکر میکنیم که اول به وجود میاد بعد ماهیتشو میسازه، خودش میسازه، به وجود میاد به طور طبیعی. من وقتی متولد شدم خالم، عمم، کس و کارم که پلو مادرم بودن و من رو گرفتن و تماشا کردن نگفتن این سگه، گفت نگفتن شغاله، گفتن آدمه. خب بنابراین ظاهرا کسانی که معتقدن من دارای ماهیتی هستم به حرف عمه و خاله من اونجا رجوع میکنن و میگن این موجود نگاه کردن و فهمیدن که این به یه ماهیت اولیه برمیگرده. انسان ساعت میگه این انسان نیست، این هیچی نیست، یه تیکه گوشت نبیش. اون موقع یه آدم نبودم، این عقاید رو نداشتم، این نحوه زندگی رو نداشتم، جهان اینجوری نمیشناختم، حتی اینک هم نداشتم. خب آمدم توی این جهان بدون لباس، بدون روپوشی از عقاید. این موجود یه تیکه گوشته، نه ماهیت. شما این از گرگ جدا میکنیم به خاطر شکلش، نه ماهیتش. ماهیتش رو بعدا خودش ساخته تو گزینش هایی که برخیش آزادانه است، برخیش اجباریه، برخیش ترکیبیه. یه آدم آروم آروم خودشو ساخته. یه آدم وقتی 13-14 سالش شده مارکسیست شده، پس خودشو ساخته، از یه طبقه اجتماعی اعلام براعت کرده به یه طبقه دیگه دلبستگیشو نشون داده. دیگری که تو همین شرایط اون دنیا آمده، مثلا دوقلوی من که ندارم ولی مثلا خواهر کوچیکترم، در اون سن این رو انتخابو نکرده. من با این انتخاب خودم رو از اون جدا کردم، با این انتخاب من یک قسمت از این بابک رو ساختم، تو انتخابای بعدی من قسمتهای دیگر رو ساختم. هر تصمیمی که گرفتم، اگر مسلمون شدم تصمیمی که گرفتم ساخته شده، اگر چه میدونم زن گرفتم ساخته شده، جنگ رفتم ساخته شده، یکی کشتم پولشو خوردم یه بخشی از ماهیت منو ساخته. هر چه که از خودم ساختم، اون چه که از خودم ساختم به تدریج بعد از وجود من ماهیت من شد. اخلاقیات برمیگرده به این نحوهی که من آیا میخواستم این چه که انتخاب میکنم و آزادانه کرده باشم یا در قید و بند. میدونیم که آزادی مطلق در این موارد محاله، چون من دستیر بندها. برای سارتر هم مثل هایدگر اون جبرها به همون قدرت کار میکنه. سارتر هم میگه تو به دنیا میای بدون میل خودت. مطمئنن اگه پدر مادرم از من میپرسیدن میگفتم نمیخوام بیام، شک ندارم. همین اواخر تو جلسه بزرگ داشته آیدین آقداشلو، احمد رضا احمدی که من چند ماه زودتر از آیدین دنیا آمدم و اگر میتونستم آیدین میگفتم نیا. تو اون چند ماه نتیجه گرفت دنیا جایی خوبی نیست. از من نپرسیدن، جبری آمدم. جبری تو اون خانواده پرت شدم. خیلی از ما دلم میخواست فرانسه دنیا بیم، ایران دنیا آمدم. از خطر بزرگ این بود که ممکن بود زیمبابوه دنیا بیم. خب جبر بود، من نخواستم اینجا دنیا آمدم. من نخواستم میونه دیگران کار کنم، کردم و نمیخوام بمیرم، واقعا دلم نمیخواد ولی خب میمیرم، هر لحظه ممکن اتفاق بیفته. پس تایی دلم راست میگم، هیچ میل ندارم بمیرم، هیچ.
درچه این جبرا بالا سرمه، اما وسط این جبرا انتخابم میکنه. من تو ایران انتخاب آمدم، ولی میتونستم ایران رو ول کنم برم مثل خیلی ها موندم. این انتخاب بود، چقدر تو این انتخاب آزاد بودم. آیا به خاطر دلبستگیم به زنم بود و اینکه ازدواج کنم و ایران باش بمونم؟ آیا دلبستگی به انقلاب بود که اون موقع بود خیلی هم شدید بمونم تو جایی که مسئولشم؟ منم یه آدمی بودم که تو ساختن این یه نقش خیلی کوچیکی داشتم، من این بحث نتیجهش رو بعد وایستم نمیتونم درم. آیا به خاطر این بود که دلم میخواست تو ایران بمونم و نویسنده باشم به جای اینکه برم پاریس ظرفشور بشم؟ چون تنها کاری که اونجا میتونستم بگیرم ظرفشوری بود. بین این دوتا انتخاب کردم. نمیدونم، همه این انگیزه هایی که بود ولی منو ساخت. سارت میگه به شرطی اخلاقی بود که من برای آزادی خودم در این تصمیم گیری میجنگیدم. یه مثال خیلی زیبایی در یک کتاب مهمش که جنبه های اخلاقی زیاد داره به اسم اگزیستانسیالیسم هومانیسم است یا اصالت بشر است میزنه، که میگه یه بچه میاد شاگرد میاد پیش سارت و به سارت میگه که خیلی هم به سارت علاقه داشته شاگردش بوده، میگه که من بین دو راه موندم، یکی این که بمونم و در نهضت مقاومت شرکت بکنم که خیلی هم دلم میخواد، و در ضمن مادر خیلی پیری دارم که نمیتونم او رو ول کنم و در نتیجه بخش اعظم فعالیت هم یا اوقات هم برای مادرم صرف بکنم، و چون نهضت مقاومت خیلی خطرناکه اونو خیلی کمرنگش بکنم به واقع، و اصل داستان این که بمونم فرانسه پیش مادرم ولی تقریبا از نظر سیاسی خونسا، یا اینکه برم لندن بپیوندم به جنبش مقاومت، به جنبش گولیست مقاومت بیرون فرانسه و تمام وقت هم بذارم داره مبارزه با فاشیسم که خیلی هم دلم میخواد. کدومش درسته؟ کدوم این دوتا رو انتخاب بکنه؟ ساعت بهش میگه که من نمیتونم تو بگم، تو باید تصمیم میگیری، تو تصمیم میگیری یکی از این دوتا رو انتخاب نکنی، اما باید بدونی که مسئولش مسئول انتخاب و باید بدونی که این مسئولیت با نهادگی میاره، ترس، اضطراب و دلهوره میاره، به خاطر اینکه هر کدوم انتخاب کنی دیگری رو از دست دادی. تو اگر پیش مادرت بمونی رزمندهی بودن رو از دست دادی، اگر رزم انتخاب کنی مادری رو از دست دادی. هر دو قوی هست، هر دو دلایل مختدری دارن که تو رو به خودشون میکشن، بچه تو هر کدوم که انتخاب کنی احساس اشتباه کردن در حق دیگری برات باقی میمونه، ولی باید انتخاب کنی و این تو رو میسازه، آدمی که هستی رو میسازه. بچه من اصلا نمیتونم تو بگم کدوم اینا رو انتخاب کن. این کار ساخت بسیار کار درستی، اولا وارد سنگین انتخاب کردن جای دیگران از روش آدم برمیداره. من به پسرم میگم برو انتخاب کن، زندگی توه، من چند سال دیگه میمیرم، تو تو این دنیا میمونی و برای تو باید زندگی کنی، پس خودت انتخاب کن، من هیچ فشاری رو ندارم که چی بشی چجوری فکر بکنی، تو کار خودتو میکنی، تاکه من خلاصم، من هیچ مسئولیتی دیگه ندارم. خب حتی با اینکه من بهش زندگی دادم علی ظاهر چون هیچ بدنی ولی اونی که قطعی است این است که من مسئول زندگی تو نیستم. برو برو عمر تو بساز، این توی تو از آنچه که هستی و میسازی آزادی تو بساز، آزادی انتخاب تو بساز. برای سارت اخلاقیات یعنی ماکسیموم مبارزه برای اینکه تصمیمی که میگیری آزادانه باشه، دیگری برات نگرفته باشه، ولی نمیتونی بگی که شرایط یا به قول سارت وضعیت برات نگرفته باشه. یعنی مثلا اگر مادر خیلی مریض باشه یه پارامتری قوی تر میشه به اینکه تو بمونی، اما اگه مادر سالم باشه و مشغول بشکن زدن باشه و با دوستای خودش دوره گذاشتن و خوش و خرم باشه تو راحت تر میتونی تصمیم بگیری. وضعیت تا حدود زیادی تصمیم تو رو عوض میکنه، اما اصل داستان سر جاش میمونه. تو باید تصمیم بگیری، آزادی تو تجربه کنی و با اون آزادی که تصمیم میگیری زندگی تو بسازی. این هنری ترین بیان توی این بحث‌های اخلاقی که من تا حالا گفتم. اونای دیگه اگه دقت کرده باشید تو فلسفه اخلاق به هنر زیاد نزدیک نمیشن، هیچ کدوم، حتی نیچه. نیچه تا اینجا به هنر نزدیک میشه که ما مسئله قدرت رو در نوشتن یا در ساختن یا تولید اثر هنری بحث بکنیم، اما این یکی یه آزادی مطلق تری و یه آزادی کامل تری برای بشر پیش بینی میکنه یا میخواد، که من نه فقط در مقام آفریننده اثر بلکه در مقام مخاطب اثرم آزاد میذاره. من به عنوان مخاطب اثر آزادم که برای این اثر معناهایی رو ابداع بکنم، اختراع بکنم که شاید اصلا همه کس نتونن تو اثر اون رو کشف بکنن.
غیر از اینا یک نوع دیگری از اخلاقیات بعد از سارتر به بحث هنر خیلی نزدیک میشه و اون اخلاق رو در واقع تعریف میکنه به شیوه زیستن من در این جهان. خیلی هایدگریه به عنوان شروع بحث و این اخلاق پسامدرن. اخلاقیست که برخلاف اخلاق مدرن که نمونه خیلی عالیش اون دوتا قول فلسفه مدرنن، یعنی کانت و جان استوارت میل، یعنی اخلاقهای متفاوت فرجام شناسانه و بایا شناسانه، این یکی از مدرنیزم و از دنیای مدرن و از ایام مدرنیته فراتر میره، اخلاقو به این برمیگردونه. من خیلی سارتری آزادم که انتخاب بکنم زندگی خودمو توی دنیا و با این کار دیگران رو اذیت میکنه، دیگران رو محدود میکنه. میدونم تصمیمی که میگیرم یک تصمیم مطلق جهان شمول مطلقا نیست، فعلا تا اطلاع ثانوی برای من تو شرایطی که توش هستم درسته و میتونه زندگی دیگران رو اذیت کنه، ضربه بزنه، لطمه بزنه. تقریبا این کار رو مطمئنم میکنه در انبوه گزینش های من توی زندگی. مثلا زنه دلش میخواد از ایران بری، تو نمیری، پبولت نزد، تو بچه نمیخوای، زنت بچه میخواد، حامله میشه و بچه نگر میداره، به تو لطمه زده. تو دائما در حال لطمه زدن و لطمه خوردن تو زندگی هستی. این گریز ناپذیره. این توی قانون نحوه زیستن من توی دنیاست. و این نحوه های زیستن متنوع، نه فقط در حق افراد بلکه در حق شخص خودم. من هیچ نمیدونم تصمیمی که الان میگیرم 3 سال دیگه چه بلایی زرم میاره. آدمی که اول سال جنگ از ایران گذشته رفته، یه امکاناتی رو به دست آورده، یه امکاناتی رو از دست داده، ولی هیچ نمیتونست پیش بینی کنه که 20 سال بعد چه خواهد شد. اگر 20 سال بعد او یک آدم خیلی موفقی باشه در زندگیش و با اون چه که میخواد رسیده باشه، اگه شهرت، اگه پول، اگه هرچی هست، خب میتونه بگه درست فکر کردم. اما اگر از اونها شکست خورده باشه و به هیچ چیز نرسیده باشه، زندگی بسیار حقیری داشته، یه الکلی تو گوشه یه شهر فرنگ باشه، در حالی که اگر اینجا میموند یه وزن و اعتبار اجتماعی داشت و این براش مهمی بود، میتونه بگه شکست خوردم. تصمیمای تو تو زندگی خودت هر لحظه تصمیمایی است که میتونه عواملی رو به راه بندازه که تو اونها رو نمیشناسی، تو با اون عوامل هیچ خبری نداری. آیا در چنین جهانی وقتی تو اینجوری زندگی میکنی یه پرنسیپ‌هایی وجود دارن که این پرنسیپ‌ها عام باشن و همه رو ملزم بکنن که این تصمیمی که تو گرفتی رو اونها هم انجام بدن؟ آیا می شود مثل کانت گفت که کاری که من می کنم در حق همه هست؟ نه. ماکسیموم می تونی بگی اگه دیگری جای من بود باید چنین کاری می کرد، ولی از این بیشتر نگه نمی تونی پیش بری. من به عنوان آدمی که وقتی درسم تموم می شه از ایران میرم، دارم میگم که من میرم، نمیگم همه کس. کانتی نیست، همه کس در این شرایط اگر بودن باید می رفتن. من اگر مثلا به خرمشهر حمله میشه پا میشم میرم خرمشهر تو جنگ شرکت میکنم، من میرم، نمیگم همگان میبایست این کار رو انجام میدادند و میرفتند. فوقش میگم اگه یه نفر تمام شرایطش مثل من بود، حقش بود این تصمیمو بگیره، چون این تصمیمی که الان من گرفتم برای خودم درسته، ولی هیچ اطمینانی ندارم سال دیگه درسته، برای هیچ زمانمند نیست. این چندگانگی که مجبورم برای خودم بپذیرم و چه اسمی میشه بهش گذاشت؟ تنهاییشون که میشه بهش گذاشت هست تسلیم به واقعیت. زندگی واقعی است که برای من تسلیم میگیره، زندگی در معنی که من از واقعیت ساختم، در واقع همراه اون معنی من دارم تصمیمهای خودم و تصمیمهای اخلاقی خودم و برای زندگی میگیرم. نکته دوم، این تنوعی که برای یه فرد پیش میاد ولی آسان‌تر میشه ثابت کرد که برای افراد پیش میاد، نگاه‌های متفاوت اخلاقی رو میسازه. در نتیجه میتونی از یه نتیجه بگیری. اخلاق فمینیستی با اخلاق مردسالار تو چیز زیرزمین تا آسمون متفاوته. اخلاق فمینیستی نوعی جهان رو میبینه به عنوان اخلاق فمینیستی که اخلاق مردسالار اون نوع جهان رو نمیبینه. من به عنوان مرد نوعی در این جهان میزیم به تصمیم میگیرم که نمیتونم زیاد نزدیک بشم به اخلاق فمینیستی، حتی ای دلم بخواد، حتی ای سرسپرده سیاسی فکریش باشم. مثلا من که جلو شما نشستم یه فمینیست، یه مبارز فمینیست، براش فعالیت مطالعه، نمیتونم بگم دارای اخلاق فمینیستی هستم. اگه بایی به شرطی میتونستم دارای اخلاق فمینیستی باشم که نگاه، که خیلی هم مهمه، نگاه یه زن رو به دنیا داشتم، من از نگاه مردانه به دنیا دارم. من تو نگاه مردانم عدالت رو به معنی این میشناسم که توی کشوری زندگی کنم که قوانینش بین مرد و زن فرق نداره. من برای این مبارزه میکنم، نه بیش، چون جسم زنانه ندارم، رحم ندارم، توانایی آفریدن زندگی تو دل خودم رو ندارم.
اینا تو من نیست. بنابراین من نمیتونم مثل یه زن به جهان نگاه کنم، نه به عنوان طبیعی، نه به عنوان موجود اجتماعی، بلکه به عنوان مرد هزار بهره از این زندگی بردم که زنا نبردم، از این جامعه مزخرفی که توش دارم زندگی میکنم. در نتیجه توی این جامعه زن بودن اصلا برای من بیگانه است، زنم برام بیگانه است، دخترم برام بیگانه است، شاگردای دخترم برام، شاگردای زنم برام بیگانن، اینا موجودات دیگرن. اینجا اخلاق پسامدرن به شدت به مفهوم دیگری نزدیک میشه. کانسپتی که لویناس یکی از بزرگترین فیلسوفای پسامدرن میسازه که ریشه هم داره اتفاقا توی عرفان یهودی و اینکه لویناس سر اون خیلی کار کرده، دو سه کتاب در این زمینه نوشته، این است که به نظر میاد تنها جای اخلاقی زندگی همه ما این است که با دیگریت، با دیگر بودگی روبرو بشیم. و این فقط انسان نیست، چیزای دیگه است، نوع دیگر زیستر آدم هست. موقعی که تو بفهمی که اون تجربه رو نداری، فیزیکی نداری، جسمانی نداری، اروتیک نداری، اصلا اون تجربه رو تو زندگی نداری، ولی حق بدی به دیگران که وقتی اون تجربه رو دارن دارای رشته حقوقی باشن، دیگریت دیگران رو به عنوان چنان که هستند و من نیستم بپذیری. اونم بعد از قرن بیستم که دیگری توش منفور بود، به صورت یهودی برای فاشیستا، به صورت کافر برای مسلمونا و هر صورتی برای، به صورت سیاه برای آمریکایی‌ها. و هزار دلیل میتونه پیدا کنی که دیگری بودن برای اکثریت حاکم پذیرفتنی نبود. فرهنگ اقلیت برای فرهنگ اکثریت، فرهنگ رایج غربی در مقابل انواع خورده فرهنگ‌های کشورهایی که فرهنگ‌هاشون در حال زوال، موسیقی فقر قدرت باخ و موزارت به توبه در مقابل موسیقی ریهوی ضعیف ملی کشورها که در حال له شدن جلوی مونده، هنر عظیم سینما که داره همه چیز رو با خودش می‌بره، آخرین حد بزرگ ساختن ایرونی میشه این کار شبیه اسپیلبرگ می‌سازه یا نه. مثلا این نگاه که داره یه چیز دیگری‌ها رو از بین میبره، به خصوص وقتی که تو نسبت به هر دوی اونا غریبه باشی، یعنی اون ملتا نباشه، تو رو وادار میکنه تصمیم اخلاقی بگیری. وقتی یک مجنونی پیدا میشه که میگه که اساس هولوکاست اتفاق نیفتاده بود، خب تو که میدونی اتفاق افتاده بود، تو که کتابا خوندی، تو که آدمایی رو شناختی که از اونجا اومدن، تو زندگیت آدمایی رو دیدی که از اونجا اومدن، متوجه میشی که بین این دوتا، این دیگری و اون دیگری، این دیگری و اون دیگری داره اچاف میکنه که خشونت داره میاره. این مقاومت در برابر خشونت دیگری، چه به تو چه به دیگریت، این برات مهمه. یهودی برای من فقط دیگری نیست، دیگریته. موقعی که آخرین بند اساسنامه حماس رو میخونم که از قول پیغمبر میگه اگه یهودی رو دیدین بکشین، اگر دیدین حتی درختی که پشتش قایم میشه رو بسوزونی، یا نقل قول بسیار جعلی که من تصور نمی‌کنم هیچ حدیثی این رو گفته باشه، ولی این نقل قول جعلی که بارها تو ادبیات حماس تکرار شده که تا روزی که یک یهودی در دنیا هست من آرامش ندارم، از قول حضرت محمد، موقعی که اینا رو می‌خونی احساست نسبت به این دیگریت پیچیده میشه. حالا همین معیار پسامدرن رو سخت‌ترش می‌کنه، خیلی سخت‌ترش می‌کنه. یه اتوبوس بچه‌های اسرائیلی کشته میشه، در این حال 4 اسرائیلی در مقابل 1300 غزه‌ای کشته شد. غزه‌ای حالا غیر از اینکه مسلمونه، غیر از اینکه تو منطقه است، غیر از اینکه بهش احساس تعلق خاطر داری، همه اینا به کنار، میونشون 400 تا بچه کشته شد. این 400 تا بچه رو عکساشو دیدی، فیلماشو هرچند دیدی. کسایی از اینا دفاع میکنن که تو قبول نداری، یعنی همزبان با کسانی نمیتونی بشی که از اینا دفاع کنی. من جمله خودم هست، هیچ دلت نمیخواد با اونا خاطر بشی. من جمله آقای احمدی نژاد، من جمله خانومه نمیدونم الهام، نمیخوای با اینا باشی. دفاع تو از آدمهای غزه برای تو یه معنی اخلاقی میده که با اونا یکی نیست، پیچیده است، خیلی سخته. زندگی تو این دنیا به این دلیل سخته، خیلی. تو وقتی راههایی رو برای زندگیت انتخاب میکنی، همراهانی پیدا میکنی که دلت نمیخواد. اگر از اون 4 تا بچه اسرائیلی دفاع کنی، حاضر نیستی از این خانم زیپی چی از این دفاع بکنی، بیزاری ازش. ولی در این حال آقای جنتی در نماز جمعه گفته که من هر وقت این زنی که رو میبینم آرزو میکنم یه گلوله هدرش بدم، حرومش کنم. خب تو با جنتی هم همزبان نیست، ولی بچه قذرم دیدی. زندگی تو این جهان سخته. لویناس میگه اینجا دیگری و دیگریت یکی نیستن
و زیستن در این جهان به عنوان یک کنش اخلاقی دشواره. نمیخوای توی دنیایی زندگی کنی که ناگهان تصمیم میگیرن در عرض دو هفته اینا بچه رو بکشن. و بزرگ و فرق بزرگی هم نداره، حالا ما بچه رو خیلی گنده میکنی. نمیخوای توی این دنیا زندگی کنی. اما در این حال هم نمیخوای توی دنیایی زندگی بکنی که احیانا از جانب تو یه اسلحه‌ای فرستاده باشن، چهار تا شهر اونورم خراب کرده باشن. حالا اگر این آدمی باشی مثل من که صلحو بخوای، چه خاکی باید به سرت بریزی؟ نه اینکه این ترس هست که تو ایران میگیرن پوستتو میکنن به عنوان برانداز نرما، نه، به عنوان اینکه اصلا چیکار باید بکنی. مهمتر اصلا چجوری میتونی بسازی، چجوری میتونی این معضل پیچیده ی عجیب غریب 60 ساله رو حل بکنی. سال تولد من و سال تولد اسرائیل با هم یکیه. من در دنیا آمدم، اسرائیل همون سال 48 سال شد و سال 1948 سال 60 سال گذشته. 60 سال من تو دنیا بودم، یه ظلمی ادامه داشت. همه جور عقیدم سرش شنیدم، هر بحثی هم سرش شنیدم، جبای دینی، جبای ناسیونالیستیش، مارکسیستیش. ما جوان بودیم عاشق جورج حبش بود، عاشق نائف فاطمه بود. همون زمان برخی عاشق عرفات بودن. همون زمان هواپیماهایی رو میدوزیدن توی فرودگاه های توکیو، آدم های بدبختی رو میکشتن، توی المپیک آدم میکشتن و تروریسم رو شکل میگیرن. تروریسم یا جنگ مسلحانه علیه مخالف. شما ریز به ریز اینو میبینید. یه بحثی که همراه من تو چند مهمونی و دوستانم ادامه پیدا کرده، این دوتا لنگ کفش بوشه بود. باهاشی یا باهاش نیستی، چی از میکنی سرش؟ اگر قبول کنی که جنگه و بوش فرمانده اون جنگه، این دوتا لنگ کفش ازاواره شد، حتی اقلی بود که باید تو کلش میخورد حیف که یارون نشونه گیریش برد. خب ولی از طرف دیگه احساس میکنی که خیلی چیزا رو زیر سوال میبری. تو که داری با خشونت مخالفت میکنی، حالا اون خشنه، پس فرق تو اون چیه؟ حکایت های از این قبیل اخلاقی برات میاد. همه اینا رو یه خانوم فمینیستی به نظر من خیلی قشنگ جواب داده. من این نقل قول یک ذره طولانیشو برات تو الان میخونم. میگه که یه خانومیست به اسم کاترین پاین ادلسون، یه نویسنده بزرگ فمینیست امریکایی. جان بله، کاترین پاین ادلسون یه کتاب داره به اسم گذرراه‌های اخلاقی به سوی نظریه اخلاق جمعی. توی این کتاب اینو میگه، میگه برخی از فیلسوفان، یواش میخونم من اینکه جمله رو خوب بفهم، برخی از فیلسوفان معتقدند که تمامی نظریه‌های اخلاقی و سیاسی استوارند بر پیش‌فرض نظریه‌ای درباره انسان. اگر این اعتقاد درست باشد، نظریه خود من درباره ماهیت انسان این است که زندگی ما گذرراه‌هایی است از مکاشفه و اختراع. ما به عنوان کودک چشم‌ها و گوش‌ها و دست‌های خود را به روی جهان تازه‌ای که بر ماست تا بسازیمش می‌گشاییم. به عنوان سالخوردگان آنها را به روی جهان تازه‌ای که با دیگران ساخته‌ایم می‌بندیم. در فاصله میان این دو ما کشف می‌کنیم و از یاد می‌بریم، آشکار میکنیم و میپوشانیم. ما در کودکی با بندهای تناقض‌آمیزش به خانه و استقلال، در نوجوانی با رازهایش و عشق و جنسیت، سپس در تعهد ما به اولیا و کودکان ما و در خوشنودی از شکل دادن به خانواده و انجام کارهای ما زندگی میکنیم. ما گاه به آرامی و گاه یک باره معنای زمان انسانی و معنای رنج از کف دادن و مرگ را میآموزیم. اگر بختمان بلند باشد، سرانجام تمامیت زمان را هم می‌شناسیم. گذرراه زندگی راه پوشیدگی‌ها است، حتی زمانی که چیزی را آشکار و فاش می‌کنیم. فراشد برقرار کردن حقیقت است وقتی نظام اجتماعی و خویشتن را برقرار می‌کنیم. اگر تمام این شیوه‌های خاص ما در پاسخ به این پرسش باشند که چگونه باید زندگی کنیم، آنگاه یک فیلسوف باید به این شیوه‌ها احترام بگذارد. به عبارت بهتر، ما یه نظام حقیقت میسازیم، اسمشو حقیقت میذاریم که قدرت پشتشو نیچهی پنهان بکنیم، با این همبسته حقیقت و قدرت زندگی میکنیم، همه چیزو به نفع این تفسیر میکنیم، همه چیزو با این برای خودمون میسازیم، خودمون هم مدام عوض میشیم و هیچ دلیلی در دست نداره که اون انتخابی که تو بچگی کردیم تا ابد با همون باشه. آدم قرون وسطا براش انتخاب میشد تو چه کاستی، طبقه، لایه اجتماعی دنیا بیاد و معمولا انتخابای ریز ریزی که تو زندگی میکرد اونقدر مهم نبود.
حتی پیشاپیش انتخاب شده دختر عموش عروس کنه، حتی پیشاپیش انتخاب شده تو این ده تا آخر عمرش زراعت بکنه. آدم مدرن ناچار به انتخابای خیلی پیچیده تر و متنوع تر اجتماعی هست. این آدم های مدرنی که با هم به سر میبریم دائما داریم اخلاقیات فردی خودمونو با توجه به دیگری و دیگریت میسازیم. یعنی دیگری نکته اول زندگی ماست. این که دنیا میاییم و میمیریم و میان دیگران دنیا میاییم و با دیگران کار میکنیم که هایدگر میگه اصل اخلاقی اول ماست. پس اگه تعهدی تو زندگی داریم به دیگری میسازیم، خودمونو چنان متعهد میکنیم که به دیگری متعهد شده باشیم، مثل همسرمون، مثل نامزدمون، مثل عشقمون، مثل رهبرمون، مثل هر چیزی که تو زندگی آدم ها میسازن، مثل پیشروت، مثل شغله، مثل حرفت. هر آدم یه جور، دهنمکی یکی میسازه، من یکی، هنرمند یکی میسازه، مخاطب هنری یکی میسازه. این وسط غیر از دیگری یه نکته دیگه پیش میاد. خیلی از مسائل اخلاقی که تو زندگی ما ساخته میشه حل نشده است، خیلیش حل شده است برای ما تو موقعیت که برای خودمون ساختیم حل شده است. مثلا اخلاق سکسوئل، چنان که در دو جلسه فروید و لاکان دائما به این میرسیدیم تو بحث، اخلاق سکسوئل تا حدود زیادی اجتماعی ساخته میشه، تا حدودی فردی است، ولی به هر حال جنبه اجتماعیش قویه. هم از لاکان به خاطر زبون اینو استدلال کردم، هم با فروید اینو خیلی دقیق براتون بیان کردم. از اون دو تا جلسه میتونم همچین نتیجه بگیرم که آدم ها بیرون غرایزشون، حتی به قیمت سرکوب غرایزشون، تن میدن به خیلی از این سرکوب های غرایز، سرکوب میل، سرکوب میل خواست، سرکوب لذت، همه اینا رو میپذیرن ولی تابع زندگی میکنن، برای اینکه تابعیت براشون زندگی با دیگران. اما زندگی با دیگران همیشه این نوع تابعیت رو براشون نمیسازه، عوض میشه. مثلا نسل ایرانی دهه 30 و 40 بعد از جنگ جهانی دوم، دهه‌ای که درش اتفاقای بزرگ اجتماعی افتاد، یکی از بزرگتریناش مسئله زنان بود. اینکه زنان تونستن در انتخابات شرکت بکنند و اینکه زنان وارد زندگی اجتماعی شدند و شغل پیدا کردند و شغلای زیاد خاص زنان ساخته شد و تو اون شغلا که دیگه فقط پرستاری هم نبود بلکه هزاران نوع متنوع بود، پیشرفت کردند، وارد سیستم آموزشی شدند، وارد سیستم قضاوت شدند. ما زن قاضی داشتیم، ما وزیر زن داشتیم و کاملا محتمل بود و میشد تو چشم انداز دید که ممکن بود یه روزی نخست وزیر زن داشته باشیم و حتی نایب السلطنه مملکت هم زن بود، زن شاه، ولی بالاخره زن بود. خب توی اون موقعیت زندگی اجتماعی دهه‌های 30 و 40 ما از یک اخلاقیات بسته روستایی پیشا سرمایه‌داری بسیار کهنه‌ای عبور می‌کردیم که توی اون اخلاقیات بسیاری از زنان جامعه ما فدای اون تحول یا اون دگرگونی یا بگیم اون انتقال شدن، به این معنی که از یک طرف بند بودن و اصول، سنت ها و گذشته ها و خانواده و امر و نهی های کهن که خیلی هاشون هم مزخرف بودن و اصلا دلیلی بر وجودشون دیگه در قرن 20 وجود نداشت، و از یک طرف می آمدن تو جامعه کار میکردن و نقش پولدارار پیدا میکردن و استقلال پیدا میکردن و خواستای خودشون مطرح میشد و غریزه ها مطرح میشد و رسیدن فرهنگ غرب که توش آزادی زنها بیشتر از آزادی زنهای ایران بود به چشم می آمد. از یک طرف مرلین مونرو در سینماهای ایران نمایش داده میشد، ولی از یک طرف از دختر ایرانی خواسته میشد به زور و جبر که بایستی ازدواجش بنا به میل خانواده باشه، بنا به میل پدر باشه، بنا به میل سنت ها و بسیار کهنه باشه. از یک طرف میرفت بیرون درس میخوند، دانشگاه میرفت، ولی از یه بر باید صبر میکرد خواستگاریش کنه، خودش نمیتونست مرد زندگیش انتخاب کنه، وای به وقتی که بخواد با این مرد زندگیش خوابیده باشه قبل از ازدواج، اون که دیگه اصلا مخوف بود. میدونید توی اون دوره انتقالی نوعی از اخلاقیات کلی و اخلاقیات جنسی بر زن ایرانی تحمیل میشد که کاراکتر پیچیده ای ازش میساخت، کاراکتر یک آدمی که از یک ور سرکوب میشد و از یه طرف آزادی رو میدید، از یه طرف پا در سنت ها داشت، از یه طرف زندگی مدرن رو میکشید و جذب میکرد به جلو، از یک طرف قانون حتی دور شاه هم اجازه نمیداد او بدون اجازه پدرش عروسی کنه یا بدون اجازه پدر و شوهرش از کشور خارج بشه، ولی از یه طرف هم دلش میخواست مستقل پای خودش بیسته، میتونست از اونا بکنه بیاد به زندگی مستقل خودشو بسازه، ولی قانون هنوز یه جاهایی او رو بند میکرد به گذشته، به عهد بوخ و اخلاقیات.
دخترای امروز در جامعه این که اون آزادی ها دیگه زیاد معنی نداره، قوانین سختگیرانه است، حکومت اسلامیه، قوانین عهد بوق کاملا حاکمه و بسیار سختگیره در مورد حجاب، در مورد معاشرت ها و غیره، زنان آزادتری داریم. زنانی داریم که از اون دوره گذر به یه جایی رسیدن که دیگه خیلی چیزا براشون از بین رفته. در میان خیلی از زنهای جوان مسئله بکارت از بین رفته. در مورد خیلی از زنهای جوان مسئله معاشرت با دوست پسر عادی است. مثلا اینکه پیش از ازدواج مرد رو بشناسن و خودشون انتخاب کنن عادی است. حتی در طبقات پایین جامعه، طبقات کم فرهنگ‌تر و سنت‌گراتر همین رو می‌بینن. یه دلیلش حضور خیلی وسیع‌تر از این تر زنا تو تولیده. یعنی اصلا دیگه قابل مقایسه با دهه 30 و 40 هم نیست. درصد عظیمی که توی تولید، تو تولید واقعی زندگی تولیدی جامعه نقش داره. یه دلیلش فرهنگ دیگه مسلط غربه که همینجور با این ابزار هژمونی که عجیب غریبش رسیده و کار خودش رو کرده. و نگذشتن زندگی اگر زن خونه کار نکنه. من خودم به عنوان تحقیقات خودم شاهد بسیاری از مسائل بودم که در عرض همین 6-7 سال اخیر، یعنی از دوره دوم خاتمی به این طرف، منجر به این شد که زنها وارد بازار کار شن علی‌رغم میل شوهرها. شوهر هنوز هم دلش پر خونه که زنش میره کار میکنه، ولی میره دیگه، مجبوره، وگرنه گرسنه، وگرنه نمیرسه، زندگی دیگه نمیگذره. این که مجبوری بری بیرون کار کنی استقلال بده، این که پول دراری میتونی رو پای خودت بیستی. در نتیجه خواست شکل اجتماعی تری از آزادی رو بیان میکنه و غرایز به شکل دیگری بیان میشه، ولی اینکه حکومت خیلی سختگیرتر باشه. یعنی تو این حکومت ما دیگه تصور این که رئیس جمهورمون زن باشه نداریم، برای اینکه آقای جنتی گفته رجل به معنی مرد، تو قانون اساسی آمده رجل یعنی اینکه مرد میتونه رئیس جمهور باشه. ما اینکه خیلی از قوانین دستاوردها هم از دست دادیم، مثل قانون حمایت خانم. امیدوارم که کدوم میشه بچه حالا اخلاق تجامده اون خانم آدم مرتجه یه ولی زنه یعنی چه خیلی کار دشواری میشه که انتخاب کنی که یک زن رئیس جمهور بشه ولی اینکه مرتجه باشه و کدومش برات برجسته تر شه. ما به این ریز ریزترین جزئیات توی زندگی هر روزه برد. دکتر دوم این تموم شد. دکتر مربوط به سوالجنده نخ داریم، یه روب کافی. دکتر دوم درباره متافیزیک بود که خواستم بحث کنم. اثر هنری چقدر به متافیزیک؟ اولا خود لغت رو با هم را بیان. متافیزیک بین ماها در عرض این 20-30 سال اخیر، یعنی از وقتی تقریبا این لغت رایج شده تو نشریات یا تو زندگی ما و به کار میبریم، غلط به کار میره. معمولا وقتی میگن یه چیزی متافیزیکیه یعنی این که مذهبیست، به طور معمول توی اصطلاح‌های عادی، یعنی مربوط میشه به خدا و یه موجودات که ندیدیم و یه چیزهای پیچیده‌ای که اصلا زیاد زمینی نیست. ما به این میگیم متافیزیک. معمولا مثال میزنم، یکی از بزرگترین نویسنده های مدرنیست که من خیلی هم با آثارش علاقه دارم، خودشم رفیقم بود تا زنده بود، حالا هم خاطرش برام خیلی عزیزه، هوشنگ گلچیری. هوشنگ گلچیری یک بار یه مصاحبه کرده تو یکی از این دو تا نشریه، فکر میکنم دنیای سخن، بله دنیای سخن، حدودا سال 1365 66-7 توی دنیای سخن یه مصاحبه کرده و درباره سینما اظهار نظر کرده. گفته که من به طور خاص از فیلم های تارکوفسکی بدم. دلیلی که آورده اینه که این فیلم ها پرحرف، خسته کننده و متافیزیکی است. مسائل متافیزیکی مطرح میکنه که برای من جذاب نیست. خب؟ مقصود گلشیری تقریبا روشنه، چون من رفیقش بودم میدونم مقصودش چیه. مقصودش اینه که این فیلم ها مذهبیه. من از اینجور فیلم ها خوشم نمیاد. فیلم که راجع خدا و اخلاق و این چیزا حرف بزنه برای من جذاب نیست. خب تو آثار خودم سراغ این مسائل به ندرت رفته و اگر رفته لحن منتقدانه ای داشته. این تقریبا شکل رایج لغت متافیزیک بین ماست. یه معنی دوم میده بین روشنفکرها وقتی بحث میکنن، یعنی مزخرف گفتن، مهمل گفتن. وقتی میگه این حکمت متافیزیکیه یعنی پرت و پلا نگو، خوش میگم برکت پاتو بذار رو زمین و منطقی با من بحث کن. اینا همه غلط، متافیزیک اینا نیست. اونچنان که در فلسفه ما به کار میبریم اقلا به این معنی ها نیست. اولی معنی که ازش داریم مال ارسطوئه، ولی خیلی با نمک داستان. اونم این است که ارسطو به معنی لغت فلسفی به کار نبود. ارسطو وقتی مرد آنچه که درباره مسائل متافیزیکی در کتاب متافیزیکش گفته بود شاگرداش جمع کردن
وقتی رفتن این آثار رو منتشر کنن به روش اون موقع بنویسن، انتشار اون موقع این بود و این رو در دسترس نسلای بعد قرار بدن، اسمی که براش انتخاب کردن متافیزیک بود، به این معنی که بعدش کتاب فیزیک بود. به دو معنی، یکی اینکه اول ارسطو کتاب فیزیکش رو درس داده بود، بعد مباحث تو این کتاب رو درس داده بود، درچه این بعد از اون کتاب نوشته شده بود یا درس ها نوشته شده بود. دومی که مسائلی که این تو مطرح میکرد به شرطی خوب فهمیده میشد که قبلا کتاب فیزیکش رو خونده بود. کتاب فیزیک ارسطو درباره طبیعت بود، درباره قوانین طبیعت بود. کتاب مهم تاریخ فیزیک، البته خب خیلی از احکامش برای فیزیک امروز یا حتی فیزیک بود دوره رنسانس هم رد شده، ولی بالاخره بزرگ بوده، یک کتاب بزرگ تاریخ فلسفه. کتاب متافیزیک مباحثی توش مطرحه که بعد از فیزیک درس داده شده، بعد از فیزیک نوشته شده و متافیزیکه، پس از فیزیکه، بالاتر از فیزیکه، به این معنی بالاتر از فیزیکه، مهمتر از فیزیکه، فرا فیزیکه، ابر فیزیکه، که باید فیزیکو بدونی تا اونا رو بفهمی، نه بیش. در خود کتاب دیگه ارسطو زحمت نکشیده لغت متافیزیکو براتون معنی کنه، چون اصلا برای زیاد اصلا مطرح نبود. اون مباحث که اون تو مطرح میکرد ولی مباحثی که به طبیعت بر نمیگرده. شاید بتونیم بگیم مباحثی بینارشته‌ای که از نحوه های فکر کردن به طبیعت نتیجه میشه، منتها طبیعت و تحلیل طبیعت بهش پاسخ نداره. مثلا این سوال که روح چیست، این سوال که میان قوه های حسی آدم کدوم برتره، دیدن بهتره، مهمتره یا شنیدن مهمتره، این جور سوالا که بعضی هاشون خیلی سوالای سختی هست، مثل که روح چیست. یک بعضی هاشون میشه با یه استدلالی پیش برد، مثلا ارسطو معتقد دیدن مهمترین حس آدم، کتاب اصلا با این شروع میشه که آدم به کمک قوه های ادراک حسیش میشناسه، ولی میونه اینا دیدن از همه مهمتره. این تقریبا هم یه پایه‌ای ساخته برای بحث‌های بعدی. تا امروز ما امروز دیدن رو به معنی فهمیدن به کار میبریم. مثلا دیدی که گفتم این کارو نکن، یعنی فهمیدی که این کارو نباید میکردی. دیدن تقریبا برای ما تو زبان فارسی معنی اول استعاریش، معنی اول زمینیش فهمیدن. هیچ وقت نمیگیم شنیدی که این کارو نباید میکردی، ولی میگیم دیدی که نباید این کارو میکردی، چون دیدن برای ما نزدیکترین حس به فهمیدن. برای خود من حس شنیدن مهمتره از دیدن. یعنی اگه خدا به من بگه بابا من میخوام یارو تو رو کور کنم یا کر، بین این دوتا انتخاب کن، من کوری رو انتخاب کنم، چون بدون موسیقی زندگی برام معنی نداره، ولی دنیا دیگه چیز زیاد زیبایی برام نداره که تماشاش کنم. در نتیجه این مباحثی که در متافیزیک مطرح شده فقط به این دلیل این لغت به کار رفته، ولی در طول قرون وسطا یه معنی دیگه پیدا کرده. به خاطر اون معنی که مربوط به روح میشده همه مباحثی مطرح شد که به روح دینی آدم برمیگشت. تو مسیحیت معتقد بود آدم مثل درست مثل بچه‌هایی که الان بحث میکنن که از فطرت دینی حیات میکنن، معتقدن که آدم دارای یه فطرت دینیه، این فطرت میتونه درش تشویق شه میتونه نشه. حتی نگاه از این هولیستی تر هم هست، معتقدن که حتی کافرها هم دارای این فطرت دینی هستن، ولی اولا نفهمیدنش، سرکوبش کردن، و ثانیا مهمتر این که در یک جاهایی بروز میکنن. مثلا پرستش بت یه نیاز معنوی انسانه که راه درستش خداست، منتها چون راه غلطش پیدا میکنه بت میپرسته. و معتقدم که حتی ماتریالیست ها هم با ماده مثل خدا رفتار میکنن، و معتقدم که حتی کمونیست ها هم وقتی به حزبشون و رهبرشون و کتابشون و پرچمشون اعتقاد دارن به یه موارد روحانی اعتقاد میارن، ولی اگه عاقل باشن به خدای یکه، به خدای ادیان توحیدی اعتقاد خواهند آورد. این اعتقاد دارن. معنی دیگری که از متافیزیک ما داریم معنیش که بسیاری میگم که این وسط کسی رو جان انداخته باشن تو قرون وسطایی نه ارسطو رو گفتم، معنی قرن بیستمیش که هایدگر به کار میبره باز یه ذره خاصه مثل مورد ارسطو. میگه که فیزیس به غلط به فیزیک و طبیعت مرتبط شده. فیزیس در یونان به معنی هستی بوده. خب این خیلی طبیعه، استدلالش اصلا انکار ناپذیره. بگه هزاران دلیل میاره از کتاب‌های ارسطو و افلاطون و متون یونانی که توش لغت فیزیس معنیش هستیه نه طبیعت، و معتقده که وقتی این رفت ترجمه شد به زبان لاتین در دوره روم باستان به غلط فیزیس رو ترجمه کردن به ناتورا، به طبیعت، به نیچر. ناتورا معنی فیزیس شد ولی معنی درستش نیست، معنی درست فیزیس هستیه نه طبیعت.
در نتیجه انحراف درست شد از این، انحرافی در دوره قرون وسطا که تصور کردن که فیزیس و متافیزیک و اصلا فیزیک فقط علومی است که مربوط میشن به طبیعت، در حالی که در یونان چنین نبوده. یه دلیل قوی هم که میشه حرف هایدگر رو فهمید خود کتاب فیزیکه. کتاب فیزیک ارسطو موضوعش فقط طبیعت نیست، موضوعش بودن چیزهاست، چیزها چگونه هستند، این سوال اصلیه. هر بار ارسطو تو اون کتاب درباره امر طبیعی بحث کرده، درباره بودن اون چیز طبیعی بحث کرده. بنابراین متافیزیک میشه فراتر از هستی و به نظر هایدگر انحراف فکره، برای اینکه شما میباید به هستی فکر کنی. شما به جای اینکه به هستی فکر کنی به خواصش فکر میکنی، به خواص هستنده. به جای اینکه فکر کنید که این لیوان چرا هست به جای اینکه نباشد، به این فکر کنید که شیشه است، به این فکر کنید که اینجوری ساخته شده استوانه است، به این فکر کنید که اینجا چه انحناء داره. در چه شما خواص اینو جای خودش میگیره، شما خواص آدم، سگ، گربه، شی، کوه، سنگ، هر چی رو جای خودش میگیره، از خودش منحرف میشین، دور میشین. این اعوجاج فکریه، این اعوجاج یه تاریخ داره که بهش میگه تاریخ فراموشی هستی. جایی شروع میشه که شما به هستی فکر نمیکنید، به متای هستی فکر میکنید، یعنی به خواصش در واقع فکر میکنید. اینم یه معنی دیگه. یه معنی دیگری که در فلسفه جدید داره که عمدتاً بیشتر، ولی نمیشه با اطمینان گفت که حتما با هیوم ساخته شده، ولی هیوم اینو بس داده، اینه که متافیزیک یه نوع خاصی از حرفاییست که ما میزنیم، یه گزاره هاییست که ما به کار میبریم، نه همشون. برای این کار هیوم سه دسته گزاره را از هم جدا میکنه. یه دسته گزاره هایی که ما به کار میبریم تجربی هست. مثلا من میگم قله دماوند سفید است. شما میرید از در بیرون تماشا میکنید دماوند و میبینید قلهش سبزه، میاد به من میگید چرا مزخرف گفتی قلهش سبزه، ولی نمیتونید این کارو بکنید چون معمولا سفیده. من چه میگید حکم تو درست، غلط و درست بودن حکم من با تجربه به دست میاد. من میگم که الان مثلا فرض کنید که خانم فلانی طبقه بالاست، خب میریم میبینیم اگه بود حرف من درسته و اگر نبود غلطه. گزاره های تجربی به کمک تجربه ثابت میشن یا رد میشن. اینا گزاره هایی هستن که علوم معمولا باهاشون سر و کار دارن. علوم عمدتا با گزاره های تجربی سر و کار دارن. گزاره های دوم گزاره های منطقی هستن که نفیشون مستلزم تناقضه. نمیتونی نفیش کنی و به تناقض نیفتی. مثلا آب مرطوبه است. رطوبه جز آبه. اگر من بگم آب مرطوب نیست، تناقض گفتم. این سه تا گزاره مشهوره. انسان فانی است، سقراط انسان است، پس سقراط فانی است، ما رو به یه نتیجه میرسونه که اگر بگیم سقراط فانی نیست، تناقض گفتیم. مگر اینکه فکر کنیم که سقراط انسان نیست. چون اگر سقراط به عنوان یه انسان مورد نظرمونه، قطعا فانیه. فانی بودن جزء انسان بودنه. این انسان اساسا فانیه. اگر بگیم نیست، تناقض گفتیم. نفیش مستلزم تناقضه. اما یه گروه سوم داریم که بسیار گروه سختی هست که نه با تجربه صحت و غلط بودنش ثابت میشه و نه از راه منطقی میشه ثابت کرد که اگر نفیش بکنی تناقضی اتفاق میفته. مثلا این گزاره من در مریخ همه شک ها حرف میزنن. شما هر کار کنید نمیتونید که بگید که غلطه. برای چی؟ که از راه تجربی نمیتونید برید مریخ که بگید حرف من درسته یا غلطه. و از نظر منطقی هم اگر یک سگی در مریخ حرف بزند، در تناقض با سگ بودنش نیست. که خود گزاره استواره برای این است که در مریخ این کار رو میکنه. چون در مریخ من میگم این کار رو میکنه و جای تجربه نداره، تناقضی هم در خود نداره. شما میتونید بگید این یه سگ زمینی نیست. تا اینجا تناقض در حرف من هست. اما سگ مریخی که هست. ولی مثال بهتریش که میگم همون مثال اولیه همه مباحث ماست. خدا وجود داره. کی میتونه ثابتش کنه؟ کی میتونه نفیش کنه؟ ما یه تاریخ الهیات داریم در جهت اثبات وجود خدا. یه عالم دلیل آوردن. این دلایل برای مؤمنها قابل پذیرشه. اما چنان که کانت به ما میگه، ما رو قانع نمی کنه که هست. یه حس دیگه است در ما که باید ما رو قانع کنه. نه عقل و منطق مستطر در اینا. مثلا این استدلال معروف که هر چیزی علتی داره،
پس علت تمام کائنات و هستی و کل جهان هستی باید خدا باشه. این بلافاصله با یه سوال خیلی ساده ای سخت میشه کارش. اونم اینه، علت خدا چیه؟ تو مجبوری بگی علت الالل هست. خب؟ من میگم خب، علت الالل میتونه خود جهان باشه. چنانکه یه ماتریالیست به راحتی میتونه این حرفو بزنه. در واقع ماتریالیست میتونه به مذهبیه بگه که ببین هر دوی ما سر ازلیت هم نظری. یه چیزی همیشه بوده، همیشه خواهد بود. برای من جهان، برای تو خداست. تو از راه منطقت نتونستی منو رد کنی. من معتقدم این جهان هستی. حالا هر جوری شده، از بیگ بنگ اول یا حتی پیچیده تر، حتی دو دورتر، از هر جا که ساخته شده همیشه بوده. جهان یک شعله جاوید است، بنا به جمله هراکلیتوس. این شعله جاوید همیشه بوده و همیشه خواهد بود. خب این جهان. فقط یه تفاوتی بین حکم مذهبیه و حکم کافره اینجا پیدا میشه. لایکه، بگیم آتئیسته در واقع، کسی که نفی خدا رو میکنه پیدا میشه. اون کسی که میگه این جهان علت اصلیش خداست، یک موجودی رو متصور میشه که این موجود خیلی مقتدره، جهان ساخته و برش حکومت میکنه و بر سرنوشت منم حکومت میکنه و بر آینده منم حکومت میکنه و تا جایی منو آزاد گذاشته، ولی بالاخره تحت نظرش. خب منتها اون کسی که میگه جهان همیشه بوده، همیشه خواهد بود، یه همچین نیروی مستقر تعیین کننده ای رو برای جهان نداره. من آمدم دنیا بنا به قانون اون جهان، بنا به قانون اون آفرینش همیشگی، و دیگه نیروی بالا سرم نیست، وفای خودم وایستاده، کسی نیست که منو ساخته باشه، کسی نیست که برام تعیین کنه، کسی نیست آینده رو بگه، کسی نیست تقدیرمو بگه. این یه خوبی داره، اینه که وفای خودم وایستادم و مستقلم، بنده نیستم، بنده خدا نیستم. یه بدی داره، موقع گرفتاریا بهش نمیتونم رجوع کنم، سختیامو با اون نمیتونم شریک شم. حالا این به کنار، شما اینا انتخاب میکنید، وقتی خدا رو انتخاب میکنیم با خدا زیستن ها، یه نیروی رو انتخاب میکنی که وقتی بچه تو اون رفت زیر ماشین بردینش بیمارستان، شاید اون بتونه بچه رو نجات بده. ولی من آتئیست، وقتی بچه هم میره زیر ماشین دیگه هیچ راهی ندارم، فقط طبیعته، فقط دیگه شانسه، شدت ضربه ماشینه، نیروی شکننده بچه همه، مهارت پزشکه، همه اینا مادیه، کاملا ممکنه که نیم ساعت دیگه بمیره، ولی برای اون آدم مذهبی بچه شاید اصلا هیچ وقت نمیره. یعنی اگه این بچه الان هم مرد برد خاکش کرد، وقتی برگشت خونه یه جوری فکر میکنه زنده است، چون روحش ناظر بر اعماله. آدم مذهبی، من پدرم خیلی دوست داشتم، وقتی پدرم مرد، پدرم برای من مرد، به قول دانته فیلیتو، یعنی پایان یک هستی بود. او تا جایی هست که من زنده، من و یکی دو تا دیگه، 10 تا 20 تا 40 تا دیگه از افرادی که میشناختنش. خب اینا آروم آروم همسناش که مرد، بچه هاش هم که ماهاییم داریم میمیریم، بچه من هم که پدرم رو فقط 3-4 سال دیده، نه زیاد خاطره ای ازش داره و نه اونم چندان عمر زیادی گیر جلوش مونده، حالا 25 سالشه، بگی 50 سال دیگه میمیره. با رفتن اون آخرین نفری که پدر من دیده رفته، پدر من هیچ نیست جز یه تیکه خاک یه جای کره زمین زیر خاک، خب محو شده. برای مذهبیه این نیست، پدر حی و حاضره، اینجا نشسته. مسلمان ها معتقدن که روح مردگان همراهشونه، روح مردگان باهاشون زندگی میکنه و در نتیجه در سختی ها بهش رجوع میکنن. مسلمان ها برمیگردن پنجشنبه ها سر خاکش، براش آب میریزن، گلاب میریزن، دعا میخونن و فکر میکنن اون راهنماییشون هم خواهد کرد. ما ها فقط تو خواب میبینیم. مگر روزی شبی در خواب به ذهن من بیاد و یادی از زندگی که باش کردم باشه و یک رویایی در روز و یک یادی در قلب. خب در چه مذهبه اونجا به دو کمک میکنه و به این نمیکنه. همینقدر میتونی برعکسش رو بگی. مذهب میتونه عامل ضعف این آدم باشه و اینکه رو پای خودش وای نسته و همه چی رو احاله کنه به تقدیر، به خداوند، به انشاءالله، به اینکه او خواهد خواست، به هر چیزی که به بیرون اختیار خودشه. ولی برای آتئیسته این میشه که بجنگه، مجبور شه زندگی رو عوض کنه به نفع خودش، مجبور شه، بگه هیچ چیز دیگه ای نیست این دنیا کمکش کنه. کانت میگه هیچ دلیلی نمیتونیم برای اثبات وجود خدا بیاریم. یه کتاب من یه اواخر خوندم، یه پزشکی بهم کادو داد که کتاب پرفروش انگلیسه، کتاب خیلی پرفروش این 6 ماه انگلیسه، که تمام ادله‌ای که در تاریخ فلسفه برای وجود خدا آوردن رد میکنه، تک تک با کرم خالص یه دونه یه دونه اینا رو مطرح میکنه و رد میکنه و بعد آخری تو رو توی جهان خالی خالی بید رها میکنه، بید لکان. حالا دیگه فقط توی و این دنیایی که توش زندگی میکنی.
بد جورم قدرت اقناع کننده داره این کتاب. اصلا من محال بتونیم ترجمهش کنیم اینجا، برای اینکه انقدر آدم هایی که مذهبیان قویان و استدلالاشون قویه که این یه دونه کتاب هم تحمل ندارن، یعنی ریسترش هم ندارن. اما واقعیتش این است که، و این خیلی مهمه، که کانت وقتی میگه این استدلال ها قوی نیست، چیز دیگه ای رو جاش میذاره. ایمان یه چیزیست که با آدم های با خود دارن و اصلا به قبه استدلالی رفتی نداره. این ایمان برای بعضی ها وجود داره و نه بیش از این. کانت خیلی پیش نمیگه. ایمان یه نوریه که به قلب یکی تابیده. حالا ممکنه که شما مثل یه آتیست بدجن سوال کنین چجور خدای عادلیه که یه نوری به قلب تو تابونده و درچه تو با خدا خوشبخت زندگی میکنی، ولی این نور به قلب تو نفتابونده و تو بی خدا تک تنها تو یک دنیای سیاه رو پای خودت وایستدی. خب این زیاد عدالت نیست، ولی خب خدا اینجوری نور به قلب یکی تابونده و به قلب یکی نتابونده. این استدلال گفته. اما وقتم ویتگنشتاین اینجا قشنگترین حرف رو زده. فرض کنید که یک مادر یک بچه ای رو به مادر بچگی انتخاب کنه، بچهش نشه، یه بچه رو به بچگی انتخاب کنه سالها پیش و با این بچه زندگی کنه و این بچه مثل بچهش باشه، یعنی اینکه شیرش بده، غذاش بده، مدرسهش ببره، دکترش ببره، براش گریه کنه وقتی مریضه، ترس از دست دادنش رو داشته باشه، تیمارداری کنه، اون چیزی که هایدگر میگه تنها چیزیست که از انسان انسان میسازه، مراقبش باشه، مواظبش باشه و او رو بزرگ کنه و این بچه بزرگ شه. خب بعد یه آدم خبیث سیمی که بدجنس حقیری پیدا بشه و هی به این مادره بگه هو بی خودی خوشحالی ها، این بچه تو نیست. خب دائما اینو یاداوری کنه، این بچه تو نیست، تو اینقدر زحمت کشیدی، این بچه تو نیست. حقم باشه، به طور فیزیکی، به طور ژنتیک بچهش نیست، به طور عاطفی و قلبی بچهش هست. ویتگنشتاین میگه مادره میتونه در این صورت بهش پاسخ بده که غلط کردی، بچه‌مه، مگه من تصمیم گرفتم که از این منبعت با او به عنوان مادر و او به عنوان بچه من زندگی کنم؟ خلاص سینی که خل اصلاح کامله، چون مادر بودن فقط ژنتیک نیست که، تیماره. برای اون مادر اقلن تیماره. برای فیلم پسرک چارلی چاپلین پدر بودن تیماره. اینکه یه پسری باشه که با هم برن شیشه ها رو بشکنن و شیشه ها رو بندازن و پولی بدزدن و پلیسی رو خیتش بکنن و خوشبخت زندگی کنن، به معنی خوشبختی پدریه دیگه. در اینکه هر تماشاگری، حتی بیشرفترین تماشاگر هم آخر این فیلم وقتی ببینه که قانون بچه رو از چارلی میگیره گریش میگیره، نمیتونه تحمل کنه حق پدری چارلی ازش گرفته بشه، چون پسر پسر چارلیست، نه تو سینما، تو اخلاق، تو دنیای اخلاقی ما، تو دنیای مذهبی ما. ویتگنشتاین میگه خدام اینجوریه. یه نفر بیاد هی بگه ببین همه فیلسوفا ثابت کردن خدا وجود نداره، ول معتلی، اون میتونه بگه تو ول معتلی، من دارم با خدا زندگی میکنم و خوشبختم، خدا دارم کمکم میکنه، مواظبمه، بالا سرمه، تقدیرمو تعیین کرده، باهاش خوشبختم. اون آدمی که این رو میگه از نظر کافرها آدم ضعیفی شاید باشه، یعنی آدمش که نتونه رو پای خودش وایسته، ولی از نظر خودش به زندگی خودش معنی داده با یه عامل. حالا فورباخ بیاد بگه خدا را انسان ساخته است، انسان را خدا نساخته است، مارکس بیاد بگه مذهب افیون توتاست، هر کی هر قصه‌ای برای خودش بگه، ولی اون مادره داره با بچهش، اون آدم داره با خداش توی دنیا زندگی میکنه. ما میتونیم بهش بگیم که دیگه دروغی رو باور کردی، اون میگه مرسی، ولی تو بدبختی چون این دروغ رو نداری. درچه همواره یک سلاحی اون آدم برای جواب به من داره و من یعنی حالا اون کافرا یا اخ نیا سر منو ببر، من یه جوابی برای اون با خدا دارم. به نظر من بدون خدا زیستن اخلاقی تره، بگه هیچ نیرویی نیست که همه چی رو به اون تحویل بدی، نه اون تقدیرتو تعیین کرده، نه تصمیمای تو غلط درستش با اونه، با خودته. و این کنش اخلاقی تری است، زیستن روی پای خیشتن روی جهان و انتخاب کردن و آزادی خودتو آزمودن. بیشتر این فیلسوفایی هم که ازش یاد کردم کافره، یعنی بیشتر این فیلسوفا خدا رو اینجا وارد این معاملات این بحثا نکردن، فلسفی تره. اما با خدا زندگی کردن شاید شاعرانه داره. من میونه دوستام آدم های خیلی مذهبی دارم، بعضی هاشون مذهب های سخت گیر دارم، اونا زیاد دوست من نیست، اونا آدم هایی که میشناسمشون، اما آدم هایی رو دیدم که نوع دیگری با مذهب روبرو میشن. در چه من اطمینان پیدا کردم در دنیا که مذهب به عنوان ایمان مطلق ضرورتا خشونت نمیاد. برخی از دانشمندهای قرن بیستم مثل شانجو، بزرگترین عصبشناس قرن بیستم، این جمله رو گفته و اون این است که مذهب ذاتاً خشونت می‌آفرد. دلیلی که برش میارن اینه، آدم مذهبی
مطمئن نباش. وقتی اطمینان داری خشونت جزوش، یقین بدون خشونت نمیشه. آدم مذهبی وقتی که مطمئنه با آدمی که شله وقتی بحث میکنه عصبانی میشه. به طور معمول وقتی قدرت دستشه پوست بقیه رو میکنه، انکیزیسیون اینو میده، این 30 سال ما مینونه. یعنی خیلی خیلی زندگی با آدم هایی که مطمئنن، یعنی یقین مطلق دارن، برای آدم هایی که فاقد اون یقین مطلق هستن سخت. در بهترین حالت جزیه میدن و جونشون رو در میبرن، ولی در حالت های خیلی زیادی گرفتار میشن، گرفتاری های پیچیده پیدا میشن. آدم مذهبی مطمئنه و این خطرناک، این اون استدلالی است که این طرف. ولی طرف دوم این است، من آدم های مذهبی زیادی دیدم که این اطمینانشون فردی است نه جمعی. و این بحثی است که کیرکگارد فیلسوف میکنه که از قضا بسیار هم هنرمند، خیلی هم به هنر اهمیت. ما دو جور، کیرکگارد در واقع میگه ما دو جور دین داریم، دو جور باور به خدا داریم. دین حالا قاطی نکنیم، دین یه دسته ایمانه که خیلی نظام فکری و یه چیزای قاطی قاطی داره. ما ایمان خالص مسیحی، اون ایمان خالص اسلامی رو به خدا میگیم. آدمی که با خداش زندگی میکنه، مثل اون مادری که با بچهش قبول کرده با این بچه داره زندگی میکنه، این داره با این خدا زندگی میکنه، براش نماز میخونه، حرفاشو گوش میکنه، باش زندگی میکنه. نوع اول فردیست، نوع دوم جمعیست. نوع اول که فردیه اینه، این مال منه، من رابطه ای باش دارم، من شبا نماز میخونم و تو نمازم بچه های غزه رو دعا میکنم، من شبا نماز میخونم و تو نمازم بچه های خودم دعا میکنم، من شبا نماز میخونم با خودم راز و نیاز میکنم، من اطمینان دارم وقتی میمیرم میرم پیشش، من میدونم یه جهان دیگری هست که در اون جهان خدا منو نوازش میکنه، مثل سونیای آخر دایوانیا، یه جهان دیگری است که توش خوشبخت میشه. این خدای منه، این خدای یه دست آدم هست، یه خدای جمعی هست که کیرکگارد میگه اون خدا نیست. خدایی که دو نفر، این جمله تکون دهنده کیرکگارده، خدایی که دو نفر بپرستنش خدا نیست. خدایی که دو نفر بپرستنش یعنی اینکه بریم سومی رو قانع کنیم که به ما بگرمه، چهارمی رو بکشیم اگه نگرم. خدای جمعی خدای خوشومده، خدای جمعی خدایی است که اون محل بروز اطمینان جمعیه و اطمینان جمعی حتی به خدا به هر چیز دیگه خطرناک. یقین جمعی معمولا توی خودش دیگری رو میآفرینه که این یقین رو نداره و باید سرکوب شه. وقتی ملت آلمان بزرگترین ملت هاست، یهودی رو میشه کشت. بزرگترین پایه این که میشد اتاقای گازون ساخت این بود که یه آدم اطمینان پیدا کرده بودن که نژاد برترن. اگه این اطمینان رو به نژاد برتر ازش میگرفتی، مثل ماها میشدن، راحت نمیتونستن آدم های دیگر رو سرکوب کنن یا بکشن. اگر عده‌ای معتقد باشن دین برتر رو دارن، خطرناکه. اگر عده‌ای معتقد باشن که برتر پیش اوناست، خطرناکه. هنر به طور عمده در جهت تلطیف به این داستانه که چنین حسی به دست نده، ولی این حس به آدم ها دست میده. خیلی وقتا یقین خطرناک میشه. وقتی اطمینان پیدا میکنی، اون خشونت جمعی بروز پیدا میکنه. نکته دیگه اینه، من بحثم اینجا عمدتا به خدا برگشت. ما یه تئولوژی بدون خدا داریم، یه تئولوژی با خدا. تو قرن 20 راحت دیگه بحث کرد. تئولوژی یعنی الهیات، یعنی در واقع خداشناسی، چون تئوس خداست، لوگوس شناختنه، تئولوژی یعنی خداشناسی. ولی یه خداشناسی بدون خدا داریم، مثل مذهب‌های بودایی، مثل مذهب‌های ودایی، مثل زن، که در اون خدا هم نوایی کامل جهانه. هر وقت جهان به طور کامل هم نوا و هم صدا شد، مثل موسیقی موزارت، اون یک نیروی سازنده است. ما تو آشوب زندگی میکنیم، هر وقت تو آشوب زندگی میکنیم خواهان هم نوایی هستیم. هم نوایی آرزوه برای ما، آرزوی رسیدن به نرمی زندگی، آرزوی رسیدن به حالت اولیه فرویدی، آرزوی رسیدن به جایی که خلاص باشه. بچه وقتی بغل مادرش دنیا میاد و سینه مادرش شیر میمکه، خوشبخت‌ترین موجود دنیاست. او که نمیدونه در غزه چه خبره، او که نمیدونه احمدی نژاد کیه، او اومده توی این دنیا تک تنها داره زندگی میکنه، مایه لذت که هم سیرش میکنه، هم گرمه، هم نرمه سینه مادره. اون تو غرقه، ازش جدا نیست اصلا. نکان میگه اول یکیان، تا بفهمه اون نیست کلی طول میکشه. او با ابژه لذتش همراهه، خوشبختی مطلق داره، نمیاندیشه. یعنی غریزی در یه جهانی زندگی میکنه، همه چی با هم تو اون جهان هم نواست. آشوب، غیر هم نوایی، به هم ریختگی وقتی شروع میشه که دنیای نمادین شروع میشه.
چنان که هفته پیش خدمتتون گفتم. موقعی که شروع میکنی میفهمی دیگری هستی و خودت نیستی، ولی خودت هستی و دیگری هم هستی. این تصویر آینه تو رو تبدیل میکنه به آدمی که قرقاتی میشی، هم خودتی هم خودت نیستی، هم نمادینه هم غریزیه. تو این موجود پیچیده‌ای که الان ساخته میشه که ساحتهای سگانه لکانی شکل میگیره و میره جلو، تو تبدیل میشی به یه موجودی که هم نوایی نداری. خدا هم نواییست، چنین تصوری برای یه آدم بدایی، برای یه آدم بودایی است. خدا موجود قهار، قاصر، قاسم، بخشنده، رحمان، رحیم نیست که بالا سرت باشه که از اونجا تو رو تعیین کنه. خدا یه جایی از خوشبختی آدم هاست که همه آدم ها با هم توی نظمی هم نوا میشن. این خب تو همه ایده ها هست، تو همه ایدئولوژی ها هست. هر ایدئولوژی یه یوتوپی هایی میسازه که اون یوتوپی ها هم نوایی آدم ها رو بسازه. شاید قشنگترین نوع بدون خداش مال فوریه هست، سوسیالیست تخیلی بزرگ قرن 18 و 19 فرانسه. نوع مشهورترش مال مارکس که همه شنیدیم. بالاخره آدم ها برای هم نوایی نهاییشون میسازن. بودایی اینه یه جور دیگه میسازن. تئولوژی با خدا هم ضرورتاً خشن نیست، شدم که گفتم. من آدم های میون دوستای عزیز خودم هستن که برای حقوق بشر مبارزه میکنن و اصلا تصور نمیکنن که عقاید دینیشون با حقوق بشر داره تعارض ایجاد میکنه. از حقوق بشر دفاع میکنن نه به عنوان یه امر لایک خطرناک، بلکه به عنوان تنها نوعی که آدم ها میتونن توش وقت کنن به خداشون هم برسن. تنها نوعی که آدم ها میتونن امنیت داشته باشن و امنیت و رضایت و خاطر داشته باشن که به خداشون برسن. چون میون دوستانم، نزدیکانم، به تجربه دیدم آدم های بزرگ مذهبی رو نسبت به آدم مذهبی جانتباسی ندارم، ولی اینکه این آدم مذهبی رفقای منو دزدیده باشه، تو فولکس واگن کشته باشه، یا آدم مذهبی دیگری به اسم ابو المذهب، هیچ آنتیپاتی نسبت به هیچ کس نمیتونی داشته باشی. موقعی که متوجه میشی که او داره فردی نسبت به آینده خودش یا ابدیت خودش فکر میکنه، در این حالت من تشویق میشم به اینکه فکر کنم آدمایی که خشونت انتخاب کردند از راه دین، آدمایی هستن که به اون دنیا اعتقاد ندارن. آدمایی که به اون دنیا اعتقاد دارن خشونت انتخاب نمیکنن. من که این دنیا کوتاهه، کوچولوئه، تو نمیتونی یه نفر بکشی اون دنیا جواب ندی. اگه اون دنیا بری پیش خدا خیرتو بگیره و بگه چرا اون دنیا این کارا رو کردی، باید بتونی پاسخ بدی. پس اون کسی که در این دنیا خشونت انتخاب میکنه به دنیای دیگری معتقد نیست. همین دنیاست که باید یه احکامی رو که از قدرت با میشه و در خدمت قدرته انجام بده. آدمی که به معنی واقعی کلمه اون هم نوایی نهایی رو با خدا میخواد، خشونت انتخاب نمی کنه. من مجبورم یه توضیح رایی نامه بدم. آدم اونو میکشه که دارم 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 این کافر کشتم. خودش میاد میشه نمیده. اون این نیست که اعتقاد نداره بودم. اون آقایی که تو به بچه من زیاد باور نمی کنم اون دین رو راست شده. خیلی تو بحث من اینه من مجبورم بپذیرم که نمونه برام میاری، نمونه های از آدم های مذهبی میاری که به خاطر اعتقاد به اون دنیا خشونت انتخاب کرد، ولی من هم میتونم مثلا نمونه اصلیشو براتون سعید امامی بیارم. آدم ها رو میدزدیده میکشته، ولی سعید امامی خدا نداشت. چرا؟ به این که از محاکمات نمیدونم همسرشو دیدین یا نه، با وجود اینکه محاکمات همسرش، همه حقوق انسانی از همسرش هم سلب شده بود ماشاءالله در این جمهوری، منتها در محاکمات همسرش متوجه میشدین سعید امامی بسیار زندگی غیر خدایی داشته، خیلی زندگی زمینی داشته، خیلی لذات زمینی رو تجربه میکرده. چرا تو اون محاکمات جایی که صحبت میشه از فساد اخلاقی سعید امامی، شما متوجه میشید که همه اونایی که این آدم انجام میداده مطلقاً رفتی به ایمانش نداشت. یعنی او اطمینان داشته در این دنیا در خدمت قدرت قاهر حاکم داره کار میکنه و به خدا هم نباید جواب بزنه. ولی حق با شماست. میتونیم مثالایی بیاریم از آدم هایی که پای نه فقط اعتقاد به خدا، بلکه اعتقاد به ایدئولوژی هاشون، خب دست به هر خشونتی هم زدن. حالا خدا رو اصلا اینگونی رو اینجا قاطی نکن. آدم هایی که به خاطر که مثلا کمونیستان دست به هر کاری زدن، فاشیستان دست به هر کاری زدن. و ایدئولوژی هم بعضی جاها اینا رو توجیه نمیکرد، خیلی از این کارا رو نمیپسندید، نمیپذیرید. ایدئولوژی واقعی مارکس که گولاگ نبوده، که نمیخواست گولاگ بسازه، ولی ساخته شد.
و این گولاگ در جهت‌های زمینی تری ساخته شد تا اون هم نوایی نهایی. ولی من ترجیح میدم در واقع در جهانی زندگی کنم که آدمایی که کنارم هستن مؤمن باشن، به اون دنیا اعتقاد داشته باشن و در این اعتقادشون به اون دنیا خشونت در مورد هموطنان و هم نسلا و هم غیر کیشاشون نبرن. چگونه است دیگری رو بپذیرن چنان که هست؟ اون آدم ها وقتی من رو راه میدن به خونشون، اون آدم هایی که اصراری ندارن که من آداب و مناسک اونا رو اجرا بکنم، برای من بزرگ قبول میکنم. شما نمیتونم بسه شما بسکنم اون آدم هایی که نمیخوا شما من مشکلم ایمان مذهبی آدم ها نیست، بروزشه، شکل بروزشه، شکل بروزش های دیگری رو میپذیره یا نه. من رفیقی دارم که دو سه تا از رفیقای لایکش میگفت بزنید بریم با هم شمال، شما عرقتون رو بیارید با سفیارتون ببرید. من این آدم ها رو دوست دارم. من آدم هایی که حاضرم دست به نجس بزنن رو دوست دارم و همونقدر از آدم های متنفرم که مفهوم نجاست رو دوست دارم. متنفرم تا اعماق وجودم آدم هایی که مفهوم نجس بودن دیگری رو میسازن، حالا خواه این نجس کاست باشه، خواه کافر باشه، خواه سرمایه‌دار باشه، خواه اسرائیلی باشه، من این برام قابل تحمل نیست. در واقع مبارزه با خشونت به معنی اینه که بتونی عقاید آدم ها رو وقتی خیلی محکمه از خشونت توهی کنی. یکی از مهمترین و محکمترین عقاید آدم ها عقاید دینیشون. اگر بتونی این کار رو اونجا بکنی. وای چنچی شو رو بشو. 5 دقیقه دیگه تموم. حالا اجازه بدیم بحث نکنیم که من این تیکه آخرم بگم چون الان دیگه تموم. نکته آخر فقط سریع براتون بگم این است که هنر دینی چیه؟ سریع میرسیم. بقیهش رو شاید بتونیم اول هفته دیگه بگیم. میخواید اصلا بذاریم هفته دیگه چون 6:20 است، فکرم خسته شدیم. من خسته نیستم ولی میذاریم هفته دیگه. تنها نکته که برامون باقی موند که نکته کلیدی این بحث دینه هنر دینی، اینو هفته دیگه میگم و بعد میرم سر نظری و اینا، بعد جواب سوالم نمیمونه. کتاب کافره؟ کتاب خانومه کتاب کافره رو هفته دیگه باید تو اسمش کنم. البته نمیدونم، به تو توصیه میکنم که نخوانید. نه بخونید، در اینکه اگر آدم مؤمنی هستید میتونید چیز کنید دیگه، پاسخش رو پیدا کنید. خیلی ممنون بابت کتاب اغراض. خواهش میکنم خانوم، قربان شما. بازم خانوم که خوندم همون روز باشید. Thank you.